آفرین منشور بود، سر به تعظیمش سراسر بابل و آشور. سینه از پارت را تا قلب یونان چاک کرد، پشت بخت و نصر را ساییده و برخاک کرد. ما از اصلاف همان خونی از آن ریشه ای، پاسدار نام پاک باز تا همیشه. درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. امیدوارم حالتون خوب باشه در هر کجای جهان که زندگی میکنید. صدا و تصویر ما رو به طور زنده از تلویزیون عصر امروز در لس آنجلس کالیفرنیا مشاهده میکنید. من سعید شمیرانی هستم در خدمت شما تا انتهای داستان امروز ما. امروز سه شنبه 8 مارچ 2011 میلادی ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و غرب آمریکا، 6:30 بعد از ظهر به وقت شرق، 12:30 شب به وقت اروپا و 11:30 شب هست به وقت لندن. با امید به اینکه تنی سالم داشته باشید، یکی دیگر از سری داستان‌های زندگی رو در خدمت شما عزیزان هستم. سپاسگزاری می‌کنم از همه شما عزیزان که در طول تمام این ماه‌ها و سال‌ها در کنار ما ایستادگی کردید و هر آنچه که از این دریچه به گوش شما رسید به گوش دیگران رسوندید. این تنها یکی از راه‌هایی است برای رسیدن به موفقیت، چرا که بعد از اینکه من از اینجا خارج میشم رسانه شما هستید و آنچه که یاد گرفتید و به دست آوردید رو امیدوارم بتونید با چند نفر در منزلتون بشینید بحث بکنید، صحبت بکنید، نظریاتشون رو بپرسید تا بتونید نظریات اونها رو هم جلب بکنید. با گرفتاری هایی که در سر تا سر جهان به خصوص در همین آمریکا و کانادا، حالا دیگه اروپا به جای خودش، مردم ایرانی دارن در خارج از کشور به خاطر گرفتاری های بسیاری که دیگه احتیاج به گفتنش نیست، بسیار از هموطنان ما دسترسی به همه برنامه ها و یا همه صحبت های من ندارن. از همین رو هستش که ازتون درخواست میکنم وقتی که برنامه من تموم میشه، چرا که بودجه آنچنانی هم ندارم و باید مراحل رو یک به یک که بهتون میگم دقیقاً این همون رو انجام بدید، چرا که به روزهایی داریم نزدیک میشیم و به ماهایی داریم نزدیک میشیم که آگاهی شما جامعه ایرانی و اطلاعاتی رو که من در اختیارتون قرار میدم میتونه زمینه ساز یک همبستگی، یک اتحاد، یک ائتلاف و در نهایت رسیدن به خواسته های خودتون، یعنی آزادی، دموکراسی، سکولاریسم، قانون اساسی بر پایه حقوق بشر در ایرانمون بشه. همیشه گفتم باز خدمتتون عرض میکنم، جامعه ای میتونه به خواسته هاش دست پیدا بکنه و خواسته هاش رو نهادینه بکنه، جامعه آگاه هست. بدون آگاهی ملتی به پا بخیزه، عملی رو انجام بده، به قول خودش به پیروزی برسه، به هیچ عنوان ارزشی نخواهد داشت، چرا که میتونه در کمترین فرصت هر آنچه که به دست آورده رو از دست بده. از همین رو هستش ازتون درخواست میکنم که روی مطالبی رو که براتون توضیح میدم یه مقداری بیشتر، به قول قدیمی ها میگن با طمأنینه تر، روش فکر بکنید، بررسی بکنید تا بتونیم به خواسته هامون دست پیدا بکنیم. خواسته ها رو من از سال 2005 براتون تکرار کردم و باز براتون تکرار میکنم. خواسته من ایرانی که نمایندگی میکنم عده بسیاری از جامعه ایرانی رو و به خصوص نسل جوان ایران رو درون مرز و برون مرز این هست: رسیدن به آزادی، داشتن دموکراسی، رسیدن به یک یا به وجود آوردن یک قانون اساسی بر مبنای حقوق بشر و برابری بین زن و مرد و به دور از اعتقادات مذهبی و یا دینی در قانون اساسی، یعنی سکولاریزم، یک قانون اساسی سکولار بر پایه حقوق بشر که در این قانون اساسی چیزی با نام ایدئولوژی، چه در بعد مذهبیش چه در بعد سیاسیش، وجود نداشته باشه و به هیچ عنوان سنت، چه در بعد ایدئولوژیکیش چه در بعد مذهبیش، درش وجود نداشته باشه.
قانون اساسی رو، چارتی رو برای آیندگان بنویسیم که یک روز سرمون رو بلند بکنیم بگیم پدر بزرگ همه ما، کورش بزرگ بیهوده نیست که ما بهش افتخار میکنیم. بابت بر مبنای اینکه به عنوان اولین انسان روی کره زمین حقوق انسانی رو نهادینه کرد، پس بنابراین از دستاوردهای پدران و مادران میبایست استفاده کرد برای رسیدن به خواسته هامون، نه فقط امروز، نه فقط اینکه جلو پامون رو نگاه بکنیم، نه فقط اینکه به فکر دو هفته آینده و یک ماه دیگه باشیم، بلکه به فکر بچه هایی باشیم که در راه هستند و هنوز نیومدند. ما وارثان کشور ایران هستیم، در تمامیت ارزش پافشاری میکنیم، ایستادگی میکنیم و خونهای زیادی تا به امروز بر همین اساس ریخته شده، بر اساس حفظ تمامیت ارضی، یعنی نقشه جغرافیایی حفظ بشه، تاریخ و هویت ما حفظ بشه، هر آنچه که هست. اگر حتی سنتی درون کشور هست، چه در بعد مذهبیش، چه در بعد تاریخیش، برای مردم سینه به سینه حفظ بشه، قسمتهایش رو که دوست دارن نگه دارن، قسمتهایش که دوست ندارن ازش عبور بکنن. و به طور کلی این اتفاقاتی که در کشور ما افتاده، یک روز این جامعه ایرانی باید بنشینه و روزگار بدش رو که تجربه است، تجربه به سختی به دست میاد، هیچ انسانی به موفقیت دست پیدا نمی کنه مگر اینکه تجربه های متفاوتی داشته باشه. تجربه افراد در زمان های گوناگون به سادگی به دست نمیاد و اصولاً تجربه از شکست افراد به وجود اومده و به دست اومده. هر انسانی که به موفقیت رسیده بارها زمین خورده، بارها شکست خورده تا به مقام قهرمانی دست پیدا کرده. پس یک قهرمان هیچ موقع به سادگی همون روز اول نیومده رو سکوی قهرمانی بیسته، چه در بعد ورزشیش، چه در هر بعدی که شما نگاه بکنید. یک روز جامعه ایرانی باید گذشته خودش رو بشینه و الک بکنه برای خودش، برای فرزندان آیندهش. قسمت‌های بدی رو که انجام داده شده در روزگار گذشتهش ازش درسی بگیره، تجربه بکنه و برای زندگی بهتر جامعه ایرانی کوشا باشه. تجربیات تلخ رو از یاد نبره، فراموش نکنه، اما دیگه انجامش نده. امیدوارم این مسائلی رو که دارم باتون در میون میگذارم به خوبی متوجه بشید و اینها رو و بقیه دوستان، نمیدونم پدرید، مادرید، برادر و خواهر من هستید و در هر سنی که هستید، میبایست این وظیفه ملیتونه، میهنیتونه که اطلاعات رو انتقال بدید. من هیچ موقع با شما بحثی در رابطه با انتخاب نوع حکومت آینده نداشتم و اون رو بر دوش ملت و عهده مردم در روز نهایی، یعنی رسیدن به اون رفراندوم که من و هزاران نفر، شاید میلیون ها نفر و همینطور هم هست، برای اون دارن سعی و تلاش میکنن، رسوندن جامعه ایرانی به یک روز رفراندوم، نه انتخابات آزاد، که این را معلوم براتون توضیح میدم. این هستش که برسونیم جامعه رو به یک روز رفراندوم. رفراندوم به معنی تعیین نوع حکومت در آینده که چه پادشاهی، چه جمهوری و غیره باشه. مردم با دست خودشون، با آگاهیایی که به دست آوردن، بدون حب و بغض، با تجربیاتی که در زندگی به دست آوردن، به خصوص درون این 32 سال و با دسترسی به رسانه‌های متفاوت یا پیشرفت تکنولوژی که در فردای ایران من مطمئن هستم بسیاری از کانال‌های اینترنتی باز خواهد شد، اینترنت آزاد خواهد شد و مردم آزادانه میتونن به همه اطلاعات دست پیدا بکنن بدون اینکه کسی سانسورشون بکنه. بعد از اینکه این اتفاقات برای مردم میفته، نوع حکومت خودشون رو بنا به سلیقه خودشون انتخاب میکنن و من همیشه خدمتتون عرض کردم در انتخاب نوع حکومت آینده با شما بحثی ندارم. بحث من همیشه بر پایه محتوای آن چیزی بوده که تا به امروز به خورد جامعه دادن. من همیشه بر پایه محتوا مشکل داشتم، همونطوری که امروز مشکل دارم با بسیاری از افرادی که حتی خودشون رو اپوزیسیون این رژیم هم میدونن. محتوای یک جنس هست که شما باید روش
دقتی بکنید. بعضی از کتاب‌ها دیدید چه جلد زرینی داره، ولی محتوایی که توش نوشته شده پر از افیونه و میتونه یک شیطان یک کتابی رو برداره بنویسه با جلد زرین. آیا باید با جلد زرین یا آب طلا شما گول بخورید و هر کتابی رو بابت نمیدونم راهنما ازش استفاده بکنید؟ یا محتوای اون کتاب شاید پاره پوره، یک کتابی به دستتون برسه که متعلق به 500 سال پیشه، جلدم نداره، صفحاتش هم لبهاش خورده شده، شاید موش خورده، نمیدونم، ولی محتواش باید برای شما مهم باشه که وقتی که میخونید بتونه درسی به شما بده، اطلاعاتی به شما بده، همش برای زندگی بهتر، نه برای کشتار کسی، نه برای تک پاره کردن کسی، نه برای انتقام جویی، بلکه اگر میخواهید انتقامی از کسی بگیرید، کشور رو پس بگیرید، اگه میخواهید دل بسیاری رو بسوزونید که دشمنان ایران و ایرانی هستند، کشور رو پس بگیرید، قانون اساسی بر پایه حقوق بشر توش نهادینه بکنید، قوانین رو جایگزین این قوانین حکومت اسلامی بکنید که شاید جگر بسیار یا خون بشه که ایرانیان یک روزی تونستن بالاخره اون چیزی که کوروش بزرگ نهادینه کرد رو بعد از 2500 سال در کشور خودشون نهادینه بکنن. من امید و آرزوم این هست. حال شما میخواید یک روزی به پادشاهی رأی بدید و یا غیره، موضوع بحث من نیست، بلکه به همه ایرانیان باورمنده به تمدن شهری که برای نوع حکومتی دارن زحمت میکشن ولی منشور حقوق بشر در دستشون هست و برای حفظ تمامیت ارضی سعی کوشش و تلاش میکنن، برای من ارزشمنده و من دارم سعی میکنم تا آن کسی که حتی انتخاب نوع حکومتش با من متفاوت هست پای صندوق رأی بره و بتونه اون چیزی رو که در تفکرش هست جایگزین هر آنچه که امروز هست بکنه. پس بنابراین امیدوارم شما درگیری های لفظی یا جناحی یا سازمانی یا نهادی و جنبشی رو کنار بگذارید، به عنوان یک ایرانی قدم بردارید برای رسوندن به روز رفراندوم. خدمتون عرض کردم انتخابات آزاد رو میارن در بسیاری از برنامه ها و راجبش صحبت میکنن، حتی کسانی که مبارزین اصلی هم هستن بسیاری از این مفاهیم رو باهاش آشنایی ندارن و آگاه نیستن که منظور از انتخابات آزاد چیست. اگر نگاهی بکنید در بعضی از این رسانه ها، چه دولتی و یا چه خصوصی، صحبت از این هستش که بشینیم آقا انتخابات آزاد به راه بندازیم. شما تا زمانی که نتونید رفراندومی رو برای انتخاب نوع حکومت به راه بیاندازید و برپا بکنید زیر نظر جوامع بین الملل، هیچ موقع نمیتونید انتخابات آزاد داشته باشید. من مثال ساده براتون بزنم، این میمونه که شما نوع حکومت رو تعیین نکردید، میخواید برید براش یا نخست وزیر انتخاب بکنید یا رئیس جمهور، نوع حکومتتون رو اول باید انتخاب بکنید بعدن برید انتخابات آزاد. انتخابات آزاد به معنی رفراندوم نیست. انتخابات آزاد به معنی به وجود یا پشتیبانی کردن از افرادی است که برای مجلس مؤسسان آینده که بشینن پیشنویس قانون اساسی رو که نوشته بودن قبلا یا نوشتن به معرض اجرا بگذارن و در یک رفراندوم از مردم نظرخواهی بکنن که آیا این بشود یا نشود. انتخابات آزاد به معنی انتخاب افراد درون جامعه به عنوان یک نماینده هست. پس بنابراین اگر کسی اومد به شما گفت یا مجری یا برنامه سازی یا حتی فعالین سیاسی یا حتی دلسوختگان جامعه ایرانی که در اپوزیسیون هستن ولی به خاطر اشتباهات و نادانی هایی که حتی در گفتن و به کار بردن از واژه هایی که نادرست هست و نباید ازش استفاده بشه استفاده میکنن، شما آگاهانه قدم بردارید و اگر خواستتون رو یک زمانی روی تلفنی میرید در برنامه های تلویزیونی که به سمت ایران به خصوص پخش میشه ابراز میکنید، این رو توضیح بدید، چون خب بسیاری از راه ها به روی من بحث است، من دارم با شما در آمریکا، کانادا و سرتاسر جهان روی اینترنت صحبت میکنم. ولی همونطور که در اول خدمتتون عرض کردم، رسانه شما هستید. آن چیزی رو که من به شما میآموزم، امیدوارم هر چه سریعتر
بیاموزید یا یاد بگیرید یا اگر بلد هستید به کار ببرید. مسئله این نیستش که شما فقط یه چیزی بلد باشی. اینه میونه شما یک وسیله ای رو 50 سال بخوای تو خونت نگه داری، برای چی نگهش میداری؟ اگر دوستش داری ازش استفاده بکن، اگر واقعا بهش اعتقاد داری که باید نگهش داری، آن چیزی رو که شما نگه داشتید یا اطلاعاتی رو که دارید باید انتقال بده، اونتا انتقال درست. من میبینم بعضیا میان بر راجع به انتخابات آزاد صحبت میکنن، هیچ انسان فرهیخته ای نمیاد امروز راجع به انتخابات آزاد صحبت بکنه. شما ساختار حکومتی رو میخواین کنار بگذارید، یعنی قانون اساسی حکومت اسلامی رو میخواین به طور کلی براندازی کنیم. ما این قانون اساسی رو نمیخوایم چون بر پایه شریعت اسلام و نهج البلاغه و سنت مذهبی و دینی نوشته شده. ما میخواهیم جایگزین بکنیم آن چیزی رو که میبایست سالهای پیش جایگزین میشد، یعنی منشور حقوق بشر رو، نه منشور حقوق مرد رو، نه منشور حقوق زن رو، منشور حقوق انسان رو. آزادی انسان باید مطرح باشه، نه شخص که این زن یا مرده، مذکر یا مؤنثه. متاسفانه وقتی که جامعه ای سال 79 در یک توطئه جهانی گولش میزنن، با هزار و یک فریب به خیابونها میکشنش، وعده و وعید بهش میدن که مجلس مؤسسانی درست میکنیم با نام X و Y متشکل از 250، 300، 400 نفر و بعد خلاصه میشه به 70 نفر که 51 نفرشون معممه و از این 51 نفر فقط 48 نفر رأی از یک جامعه بزرگ ایرانی میدن که این روزگار رو برای ما به وجود بیاره، دستاوردی بیشتر از این جامعه ایرانی نمیتونه داشته باشه. وقتی که فقط 48 معمم از 51 معمم و از 70 نفر که از این 70 نفر قولی رو که به مردم داده بودند در پاییز 58 میان مجلس خبرگان درست میکنن و بعد قانون اساسی بر پایه شریعت اسلام، موازین شرعی، قرآنی، نهج البلاغه ای و اصولا باورمندان به مرد نبزن می نویسند، دستاوردشون بعد از 32 سال هیچ چیزی به غیر از نابودی کشور نیست. شما وقتی که حق حقوق 50% از جامعه ایرانی رو نمی پردازید و بهش اصلا اهمیتی نمیدید، یعنی بانوان ایرانی رو در روز روشن در زندگی شخصیشون زنده به گور می کنید. زنده به گور کردن فقط این نیستش که شما یک نفر رو بردارید خاکش بکنید، زنان جامعه ما رو روز روشن در خلوت خودشون به خاک میسپرند، یعنی زندگی میکنن در خفت بدون داشتن آزادی. چگونه است؟ این به خاطر همون عدم آگاهی جامعه ایرانی بوده نسبت به نوع رفراندوم، نسبت به نوع انتخابات، و دستاوردش بیشتر از این نخواهد بود. من تمام سعی و تلاشم رو دارم میکنم که این آگاهی رو به گوش شما برسونم که بحث رو، درگیری رو برای نوع انتخاب حکومت نداشته باشه، چون امروز موقعش نیست. امروز موقع به دست آوردن اطلاعات کافی برای آنچه که میخواهیم. خدمتون عرض کردم در گذشته هر خواسته ای در زندگی، یک نفر خواستش اینه که به مقام قهرمانی برسه در ورزش، یک نفر خواستش اینه که به بالاترین رتبه دانشگاهی دست پیدا بکنه، یک نفر خواستش اینه که نمیدونم در سیستمی مشغول به کار بشه، هر انسانی روی کره زمین خواسته ای داره برای خودش. خواستش میشه گلش، میشه هدفش. هدف اولین قسمتی است که شما باید برای خودتون تصمیمش رو بگیرید. من چه هدفی دارم؟ گل من کجاست؟ مقصدی که بهش فکر میکنم چیه؟ خب ما مشخص کردیم، بارها و بارها من براتون توضیح دادم. خب قسمت دوم راه رسیدن به این هدف هست. شماره دو پس میشه راه رسیدن به اون خواسته‌ای که شما دارید. قسمت سوم ابزاری است که شما باید در این کار یا در این راه به کار ببرید تا به هدفتون برسید. متشکل از سه قسمت میشه: هدف، راه
راه رسیدن به هدف و ابزاری که باید برای این راه به کار برده بشه تا شما برسید به هدف. خیلی ساده است اما امکان داره پیچیده هم باشه. اگر شما رو بخوان مثل همین آیه هایی که میذارن جلوی شما هر کسی یه جور معنیش میکنه بخوان شما رو بپیچونن، اما خیلی ساده است اگر بخواین منطقی بهش فکر بکنید. شما این سه قسمتی رو که خدمتتون عرض کردم در زندگی شخصیتون هم میتونید به راحتی ازش استفاده بکنید برای رسیدن به خواسته هاتون، هر چیزی که میتونه باشه، حتی عشقتون، هر چیزی. خب ما هدفمون رو مشخص کردیم، رسیدن به آزادی، دموکراسی، سکولاریسم، قانون اساسی بر پایه حقوق بشر، حفظ تمامیت ارضی، حفظ هویت ملی و غیره برای زندگی بهتر. این هدفمون است، گلمون هست، خواستمون هست، آرمانمونه، رسالتمون در اینه. راهش چیست؟ اول آگاهی که شما باید به دست بیارید این راه رو تشکیل میده. آگاهی راه رسیدن به اون هدف هست در درجه اول، که شما آگاه بشید چه راهی رو با کمترین انرژی، مصرف کمترین انرژی، یعنی پرداخت کمترین هزینه، اگر ما بخوایم قسمت بُعد سیاسی رو در نظر بگیریم، با پرداخت کمترین تلفات در این راه، یعنی با به کار بردن کمترین انرژی، بیشترین امتیاز رو که اون هدف هست یعنی رسیدن به آزادی به دست بیاریم. در ورزش هم صدق میکنه. شما استیل درستی داشته باشی در یک مسابقه به مراتب سریعتر با کمترین انرژی و پوانهای مثبت بهتر به نتیجه میرسی تا یه نفر که کج استیله باید هی زور بزنه. شاید در یک روز 4-5 مسابقه داشته باشی، مسابقه سوم به خاطر کج استیل بودنت انرژی بیشتری مصرف بکنی و حتی در بسیار از اوقات مسابقه چهارم رو با اینکه شاید چند سالم زحمت کشیدی، صحبت بر سر زحمت نکشیدن نیست، صحبت بر سر اینی که استیلت اشتباه بوده، از اول درست کار نکردی، در زمان مشخص و دقیقه مشخص حرکت مشخص رو انجام ندادی و در نهایت وقتی که انرژی تو از دست میدی ضربت میکنن. پس هدف، راه یعنی آگاهی شما و بعد ابزار. ابزار یعنی چی؟ ابزار یعنی خود شما به همراه یک رهبری یا لیدرشپ یا چندین رهبری با لیدرشپ های مختلف، منتها همسو، همگام برای یک هدف مشخص. آیا شما اهدافتون همین چیزهایی که من خدمتون عرض کردم هست؟ در یک خط هستیم. آیا ایرانی آزاد میخواهید؟ در یک خط هستیم. آیا حکومت اسلامی رو نمیخواهید؟ به طور کلی سرنگونی حکومت اسلامی رو میخواهید؟ در یک خط هستیم. آیا ارزشی برای شما کشور ایران داره واقعا؟ آیا میدونید چه چیزی رو در دست داشتید که ازتون گرفتن؟ آیا میدونید جزو چند کشور اول ثروتمند جهان هستید همین امروز؟ آیا میدونید چه بچه‌های گلی ولی پاپتی درون اون کشور دارن انگشت خودشون رو شب تا صبح میک میزنن که از گرسنگی نمیرن؟ آیا این رو میدونید؟ حالا شما هی برید بحث بر سر نوع انتخاب رژیم در آینده بکنید. من به فلان چیز رای میدهم، من به فلان کس رای میدهم، من به فلان رژیم رای میدهم یا حکومت. اشتباه بزرگی کردید. کی احتیاج داره بدون شما چه نوع نظامی رو برای آینده در نظر دارید که بدید بهش رأی بدید؟ اما برای ما محتوای اون چیزی که شما فکر میکنید مهمه. آیا محتواش همین هست که من دارم خدمتتون عرض میکنم؟ برای شما محتوا باید مهمتر از هر چیز دیگری باشه. آن چیزی که در صدای آمریکا، در بی بی سی، در الجزیره، در رادیو فردا یا در قسمتی از بخش خصوصی در آمریکا دارید میبینید، صحبت کردن و گمراه کردن مردم نسبت به این اهدافی است که دارم خدمتتون عرض میکنم. اهداف، راه، آگاهی دادن به مردم و بعد استفاده از مردم، نه سوء استفاده، استفاده از مردم برای به وجود آوردن یک همبستگی، اتحاد و ائتلاف و در کنار قرار دادن این جامعه برای رسیدن به یک روز مشخص که سرنگونی حکومت اسلامی در نظر گرفته شده. و من مطمئن هستم اگر این چیزهایی که دارم خدمتتون عرض میکنم شما با جان دل بهش گوش بدید، ما به
خواستم و خواهیم رسید. اگر تو جمهوری خواه واقعا این مفاهیمی رو که دارم خدمتت عرض میکنم، میگی 100 ساله به دنبالشی، 1000 ساله به دنبالشی، 10000 ساله به دنبالشی، اگر راجع به این مفاهیمی که دارم خدمتت عرض میکنم اعتقاد به این راه داری، همراه شو. چون اگر فکر میکنی در اکثریت هستی، رأی رو به عهده مردم میگذاریم در رفراندوم آینده، نه انتخابات آزاد. رفراندوم، اول رفراندوم بعد انتخابات آزاد. شما ماشین رو که میخواین حرکت بدید، اتومبیلتون رو که دنده چهار نمیذارید اول، یک دو میکنید، اول یک بعد دو. بعضی ها اومدن مردم رو گول زدن، دنده عقب گذاشتن برای جامعه ما که صدها سال بره عقب. مردم ایران، جامعه ایرانی بیاد سعی و تلاش بکنه برای رسیدن به حقوق اولیه اجتماعیش، اصلا نه دیگه حقوق سیاسیش، نه حقوق تاریخیش. مردم رو مشغول کردن اون سالها برای گرفتن مرغ و شیر و گوشت و نون و هزاران چیز مختلف با نام جنگ که همش دروغین بود، برای سرکار گذاشتن مردم و مشغول کردن مردم پشت درهای مغازه‌های متفاوت، وقت مردم رو گرفتن و مشغول کردن مردم به جنگ و بعد به وجود آوردن نهادهای متفاوت، سازمانهای متفاوت، و بعد از اون در این بود مردم رو سرکوب بکنن و مردم از خداشون باشه اون چیزی رو داشته باشن که در سال 56 داشته باشن. برگردونن مردم فقط به دنبال یک قسمت هایی از مسائل اجتماعی. آقا تو رو به خدا، من فقط حجابم آزاد باشه، بتونم آزادانه هرچی که دوست دارم بپوشم، که کمیته دیگه دم خونه من نیاد منو بازداشت کنه به خاطر آهنگ، صدای آهنگ بلندم و غیره. آیا جامعه ایرانی اینو میخواد؟ اگه اینو نمیخواید، میبایست سرنگون بکنید قانون اساسی حکومت اسلامی رو بر پایه شریعت که نوشته شده. اگر نیزتون قانون اساسی حکومت اسلامی رو در نظر بگیره و هدف بکنه، هدف خودش در نظر داشته باشه، باور کنید به خواستهاتون خواهید رسید. هر کدومتون با هر عقیده‌ای، با هر نظری، با هر مذهبی، چرا که خدمتون عرض کردم سنت و مذهب در چهارچوب قانون اساسی سالهای آینده نخواهد بود. اجازه بدید برای اینکه خستتون نکرده باشم از بچه ها تقاضا بکنم که برای حضور و وجود بانوان ایرانی در چنین روزی، اول میخوام صدای زهرا بهرامی رو بازم براتون پخش کنم. به نظر من هر روز باید بشنوید، بانویی که یک ماه و اندی پیش دارش زدن به خاطر اعتقاداتش، یک بانوی 46-7 ساله رو، یک بانوی زیبای ایرانی رو که اعتقاد به خاک کشورش داشت ولی شجاع بود، یک بانوی دلیر و مثل آرتمیس جلوتر از بسیاری از آقایون حرکت کرد و جانش رو بر پایی همین داد. اگر میشه زهرا بهرامی رو فایل شماره 4 رو پخش بکنید و بعد برمیگردیم. اگر میوزیک ویدیوی دیگه هم باشه در کنارش براتون قرار خواهم داد برای فرارستن روز زن یا بانوی ایرانی. درود بر تمام مبارزین سراسر ایران. از گرفتگی صدام پوزش میخوام. همونطور که در روز عاشورا در گزارش ها شنیدین، من فریاد خشمم رو به سر اینها فرود آوردم و به خاطر همین صدام مصدوم شده، که هیچ اشکالی نداره، جانم فدای ایران باشه، صدا که ارزشی نداره. شما نمیدونید وقتی جلوی چشم من سه تا جوون رو با پاترول زدن پرت کردن، من چه حالی بودم اون لحظه و من فریاد زدم آقای مقامی زدن، با پاترول زدن سه تا جوون رو کشتن. جلوی چشم ما بدن اینها سرد شد. آقای دکتری که در آلمان هستید، شما کجایین؟ شما کجایین که ببینین میزنن؟ شما کجایین که ببینین انگشتای یه بچه رو هم با چاقو زدن که پرت شد توی جوب انگشتاش و دستش غرق به خون شد جلوی چشم من؟ شما انتظار دارید من اون لحظه وایسم نگاه کنم؟
یا بذارم فرار کنم. من از اون کسایی بودم که بله یاران در بلوچستان صدای کردی بانو هست که داره در پرژن رادیو پخش میشه و در روزهای آینده در پرژن رادیو پخش خواهد شد تا این رژیم منحوس و ضد ایرانی شرش رو بکنه از سر ما. صدای من قطع نخواهد شد دیگه. ما داریم انگشتای پریده شده یک بچه رو توی جوبه آب میبینیم. ما داریم سه تا جوان رو میبینیم که جلوی چشم ما زیر پاترول سیاه بدنشون یخ زد. مثل کیسه سیمان از روی اینا رد شد پاترول. اینجا تهرانه. اینجا شهر خونه. امروز در دانشگاه علم و صنعت ریختن با اتوبوس و مینوبوس ریختن داخل دانشگاه. قل و قم کردن بچه ها رو. با آجر و با سنگ سر بچه ها رو شتافتن. این حرامزاده های نجس بسیجی. امروز بچه های دانشگاهی رو قل و قم کردن در دانشگاه علم و صنعت. امروز جنازه هاشون هم کشیدن بردن بیرون. عاشورا امروز بود. مظلومان ما امروز در دانشگاه علم و صنعت بودن. حسین های شهید امروز در دانشگاه علم و صنعت بودن. ما دیگه نمیشینیم تماشا کنیم کتک بخوریم. ما دیگه نمیشینیم تو سرمون بزنن. ما دیگه نمیشینیم سهراب رو ببرن زیر خاک بکنن، ندا سلطان رو زیر خاک بکنن و ما بشینیم آب گوشتمون رو بپزیم، قرم سبزیمون رو بپزیم و به بچه هامون بگیم بشین تو خونه بیرون نرو. نه، ما دیگه میریم اول صف. ما میریم اول صف کتک میخوریم و کتک میزنیم. آقای دکتر ما دیگه کتک میزنیم از این به بعد. من از کسانی بودم که روز عاشورا جلوی صف میگفتم حمله کنید، فرار نکنید. برای چی دارید فرار میکنید؟ از چی دارید فرار میکنید؟ من از کسایی بودم که موتور یگان بیکر زیر لگت دل کردم و کتک خوردم و افتخار میکنم به تمام چوبی های بدنم. افتخار میکنم به تمام دست و پام که سیاه هستش. افتخار میکنم به گلوی دریده شدم چون فریاد آزادی ازش اومد بیرون. به ما نگید بشینید، ما نمیشینیم. به ما نگید سکوت کنید، ما سکوت نمیکنیم. به ما نگید کتک نزنید، ما میزنیم. ما آتش میزنیم، ما پاره میکنیم. ما به همه چیز این رژیم حمله میکنیم از این به بعد. به همه چیزش حمله میکنیم. دیگه فقط مرگ بر خامنه ای نیست. دیگه به این راحتی ها دیگه نیست. این توبه میری دیگه از اون توبه میری ها نیست. ما هستیم. ما دیگه صدامون خفه نمی کنیم. ما از این به بعد فریاد در سر رژیم فرود خواهیم آورد. دیدار بعدی ما در خیابان‌های تهران با مشت‌های گره کرده و با خشم فراوان ایرانی، با خشم رستم بزرگ بابک خرمدین. من دیروز از صبح با گروه هم در بهشت زهرا بودم. ما در بهشت زهرا روبروی قصار خواهد منتظر بودیم جنازه آقای موسوی رو بیارن که با احترام و با عشق به خاک بسپاریم جنازش رو، ولی نیاوردن. تا ساعت یک بعد از ظهر ما اجتماع داشتیم. دارن قلقل میزنن، دارن تکه تکه میکنن خودشون رو که این خاک سپاری رو انجام بدن، ولی جنازه نیومد. همه ایران میدونه چرا. چون نمیخواستن عاشورا ادامه داشته باشه یک روز بعدش. نمیخواستن تظاهرات عاشورا روز بعد در بهشت زهرا ادامه پیدا کنه. نمیخواستن خون و خون ریزی عاشورا بکشن به روز بعدش، چون مطمئن بودن اگر خون ریزی در بهشت زهرا ادامه داشته باشه فردا سرنگون خواهند شد. ولی ما بودیم، ما ایستادیم، ما رفتیم. ما با تمام کبودی های بدنمون، در با تمام شکستگی هامون، با تمام پاره شدگی های پوستمون، با تمام سوختگی چشممون که از این گازهای اشکاور و گاز فلفل، با این تابلایی که تو صورتمون بود، رفتیم جلوی غسالخانه ایستادیم و لباس رزم به تن کردیم. ماسک ها رو بردیم، سرکه بردیم برای اینکه جلوی گاز اشکاور رو بگیره. ما رفتیم با دست خالی در بهشت زهرا تا این که پای قیاممون بیستیم و از ناموس این جنبش دفاع کنیم. ولی این دون صفتان، این بی‌همتان، این انا ایرانیان، این دشمنان ایران زمین، این دشمنان زن ایران، این دشمنان کردی بانوها، این دشمنان بابک خرمدین، این دشمنان فردوسی بزرگ شهامت نکردن که بیان و با ما رو به رو بشن. اینها جیگر نداشتن که بیان و رو در روی ما بایستن و به زبون بچه تهرونی ها داداش کم آوردن، کم آوردن، ولی ما کم نمیاد.
فلک را سخت بشکافم و ترهینو در اندازم، سرشک همچو درم را زروی گونه میچینم، من آن سروم که میمیرم ولی ایستاده میمیرم، من آن سروم که میمیرم ولی ایستاده میمیرم، من از پایان هر خطی دوباره خط آغازم، اگر بازنده ام در زندگی خود را میبازم، نه هر بادی ز توفان هم برو برگم نمیریزد، دل شیر از صدای زوزه روبه نمیترسد، دل شیر از صدای زوزه روبه نمیترسد، هرگز نشکست تنم از پا ننشست منم، حتی اگه بشکنیم من باور زندگیم، نبض غرور زنم اسطوره هست منم، آزادی و آزادگی موجی پر زیر و بمم، من این زردی صورت را ز سینه سرخ می‌دارم، سر کرنش به درگاه خدا هم بر نمی‌آرم، من این کهنه کتاب زندگی را باز می‌خوانم، اگرچه ره پر از خار از رفتن نمیمانم، من آن شاخ تنومند و مقاوم ریشه در سنگم، من آن شاخ تنومند و مقاوم ریشه در سنگم، اگرچه نازک اندامم زنم مردان می جنگم، اگرچه نازک اندامم زنم مردان می جنگم، من از پایان هر خطی دوباره خط آغازم، اگر بازنده ام در زندگی خود را نمی بازم، نه هر بادی ز توفان هم برو برگم نمی ریزد، دل شیر از صدای زوزه روبه نمی ترسد، دل شیر از صدای زوزه روبه نمی ترسد، هرگز نشکست تنم از پا ننشست منم، حتی اگه بشکنیم من باور زندگیم، نفس غرور زنم اسطوره هست منم، آزادی و آزادگی موجی پر زیر و بمم،